انتخابات خیلی اهمیت داره. این نعمت بزرگی است. همونطور که در باب نماز جمعه عرض کردیم، در باب انتخابات هم عرض می‌کنیم، واقعا نعمت بزرگی است این انتخابات. این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام بزرگوار ما بود. بودن کسانی در همون زمان که معتقد بودن حکومت اسلامی است، انتخابات لزومی نداره. امام فرمود نه، انتخابات باید باشد. بار دیگر فصل انتخابات در جمهوری اسلامی فرا رسیده است و رژیم یک کارزار رسانه‌ای و تبلیغی به راه انداخته و سران حکومتی مردم را به شرکت در آن دعوت می‌کنند. ملت بداند عزت او، افتخار او، اقتدار او، ایستادگی او در مقابل دشمن، جبهه دشمن به این است که وظایف انقلابی خودش رو خوب انجام بده و یکی از مهمترین هاش انتخابات. اینی که ما تکیه میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار میبرزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات، همه باید شرکت کنند. شما فرهیختگان، شما اصحاب قلم، شما اصحاب اندیشه، باید همه مردم رو تشویق کنید پای صندوق آرا، ولو اینکه شرایط از دید شما 100% ایدئال نباشه. ما همه باید پای صندوق آرا برویم. قشنگترین موقع همون موقعی است که پای صندوق میریم، شناسنامه میدیم و میخواییم رأی بدیم. اون جزء عمر آدم حساب نمیشه، اون یه ساعت، نیم ساعت، کمتر، بیشتر. در خارج از کشور نیز طرفداران اصلاح طلبی حکومتی و همچنین وابستگان جناح‌های رژیم مردم را به شرکت در این انتخابات ترغیب می‌کنند. مسئولین جمهوری اسلامی شرکت گسترده مردم در انتخابات و با شکوه برگزار شدن آن را بیمه نظام و تضمین کننده بقای نظام می‌دانند. انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود. شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری او و ماندگاری او تأمین بشود. به گفته خامنه‌ای، شرکت مردم در انتخابات نشان خواهد داد که مردم ایران شکاف و تضادی با نظام ندارند و نظام را از خود می‌دانند. یکی از هدف‌های دائمی جبهه دشمن که در رأسش هم آمریکاست، یکی از هدف‌های دائمی از اول انقلاب تا امروز این بود است که یک دو قطبی بین مردم و نظام به وجود بیاره، یک دو قطبی خطرناک. اینجوری انتخابات از جمله مواردی است که دشمن رو در این عرصه مایوس میکنه، یعنی نشان دهنده ارتباط مستحکم نظام با مردم است. این دو قطبی مورد علاقه دشمن رو به کلی از بین میبره. بدین ترتیب رژیم نزد افکار عمومی جهان مردمی جلوه داده می شود و مشروعیت می یابد. رو جهان هم نسبت به دیدشون، نسبت به ایران، وقتی ببینن بعد از برجام صف بستن، صفهای طولانی، خیلی زیبا و قشنگه. با همین نگاه حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش را مایه مشروعیت نظام معرفی کرده بود. این انتخابات تمام شبهات، تمام سوالها، بگو مگوها، نه راجع به انتخابات که راجع به مشروعیت نظام، به همه اونها پاسخ داد. آب زلالی بود که بر این
آینه جمهوری اسلامی ایران که گرد و غباری فرو نشسته بود کاملا شفاف و پاکیزه کرد. اهمیت شرکت مردم در انتخابات برای رژیم به قدری است که علی خامنه‌ای در سخنرانی خود مخالفین ولی فقیه و حتی مخالفین نظام را نیز به شرکت در آن دعوت کرد. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. اون کسانی که ممکنه نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشن، اما نسبت به امنیت کشور که دیگه مسئله ندارن، نسبت به اقتدار کشور که دیگه مسئله ندارن. خب امروز این نظام امنیت کشور رو حفظ کرده است، پیشرفت کشور رو تسریع کرده است، به این ملت عزت داده است، اینا که دیگه قابل انکار نیست، اینا رو که دوست دارن وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیت ملی. برای رژیم شرکت مردم در این نمایشات و شلوغی صفها مورد نظر است، اما این به معنای آن نیست که رژیم اجازه حضور نمایندگان واقعی مردم و گرایشات فکری مختلف در مجلس را می‌دهد. بنده گفتم و بازم میگم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. رژیم با استفاده از نهادهای سرکوب و به کمک شورای نگهبان کاندیداهای شرکت در انتخابات را از فیلتر نظام عبور می‌دهد تا هر کس که مخالف نظام باشد یا با استانداردهای مورد نظر رهبر و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی مطابقت نکند، امکان ورود به مجلس یا کاخ ریاست جمهوری را نداشته باشد. حضور شورای نگهبان در قانون اساسی که امام هم مکرر روی او تأکید می‌کردند یک حضور مبارکی است حقیقتاً. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. مراقبن ببینن اون کسی که وارد میدان انتخابات می شود، نامزد انتخابات می شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؟ باید احراز کنن صلاحیت را. اگر دیدن که کوتاهی شده از آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلوشو می گیرن. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی آخوند 88 ساله و مرید خامنه ایست. وی در نماز جمعه یک ماه پیش در دیماه 94 وظیفه شورای نگهبان در اجرای نظارت استصوابی یعنی فیلتر کردن کاندیداها را توضیح داد. من نمیفهم اصلا این فرهنگ از کجا میاد. بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر چی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم. هر چی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. قانون کنار بذاری، قانون اساسی کنار بذاری، قانون عادی کنار بذاری، شورای نگهبان در کار نباید باشه، بلکه بذارین در اختیار مردم. حق را کسی داره که شرایط داشته باشه، حق داره بره تو مجلس. شورای نگهبان نهادی است که در اوایل انقلاب تأسیس شد و 12 عضو دارد. 6 تن از اعضای آن فقیه هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. 6 عضو دیگر شورای نگهبان حقوقدان هستند. نحوه انتخاب آنها نیز بدین ترتیب است که رئیس قوه قضاییه لیست چند نفر حقوقدان مورد تایید خودش را به مجلس می‌دهد تا مجلس آنها را تایید کند. رئیس قوه قضاییه نیز خودش توسط ولی فقیه انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر هر 12 عضو شورای نگهبان منتخب ولی فقیه هستند. بدین ترتیب کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری و دیگر نهادهای رژیم همه بایستی از جناح‌های حکومتی باشند و صلاحیت آنها توسط رهبر و نهادهای تحت امر وی مورد تایید قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر مردم مجبور به انتخاب بین کاندیداهایی هستند که قبلا توسط رژیم دستچین شدند.
با این حال اگر رأی مردم به همین کاندیداهای دستین شده مورد پسند رهبر و سپاه نباشد، با تقلب نفر مورد نظر خودشان را تحمیل می کنند. نمونه روشن آن در سال 88 بود که احمدی نژاد با تقلب رئیس جمهور اعلام شد. مردم هم به تقلب اعتراض کردند و سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی وارد عمل شدند تا با سرکوب وحشیانه، زندان و شکنجه و کشتار ده ها نفر از آنان معنای انتخابات در نظام ولایت فقیه را به آنان تفهیم کنند. سوال اینجاست که چنین مجلسی که نمایندگان آن از ده ها فیلتر نظام و رهبر عبور کردند، آیا می تواند به جز اجرای دستورات رهبر و پیشبرد سیاست های نظام اقدام دیگری هم انجام داده و مثلا کوچکترین گامی در جهت خواسته های مردم بردارد؟ شورای نگهبان وظیفه دارد تا همه قوانین مورد تصویب مجلس را بررسی کند و هر کدام را که به سلیقه خود یا نظر ولی فقیه مطابق شرع و مصلحت نظام ندانست آن را باطل اعلام نماید. از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. من می‌خوام جایگاهم شانه یهما را در قانون اساسی برای شما بیان بکنم. یکی در اصل 93 مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هست. مصلحت اسلام و مسلمین را اینا حفاظت میکنند. از نظر شرعی این حق را داریم که اینا را بررسی بکنیم که اگر هر کمیش خلاف شره ما اعلام بکنیم که این باطله. اضافه بر آن، هر جا که شورای نگهبان قادر به کنترل نمایندگان نباشد، خود رهبر دخالت میکند تا جلوی کار مستقل آنها را بگیرد. به یک نمونه از آن نگاه کنیم که در مجلس هفتم اتفاق افتاد که با دستور ولی فقیه مجلس استیضاح یک وزیر دولت احمدی نژاد را پس گرفت. اکبر اعلمی یکی از نمایندگانی بود که به این مسئله اعتراض کرد و حداد عادل رئیس وقت مجلس به وی پاسخ داد. آقای اعلمی اولین نفر 229. همونطور که مستحضرید اصل 89 قانون اساسی مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس میتونن در مواردی که لازم میدونند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا رو استیضاح کنند. چند ماه قبل جمعی از نمایندگان محترم طرح استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و در طول این مدت هم پیوسته و به صورت مستمر بر لزوم اعلام وصول و انجام اون تاکید و تصریح می‌ورزیدند، تا آنجا که عده‌ای از امضا کننده‌ها در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح استیضاح هیئت رئیسه رو به آبستراسیون هم تهدید کردند. در همین رابطه به دنبال ابلاغ نامه مقام رهبری به مجلس و قرائت نامه تشکرآمیز بیش از 230 تن از نمایندگان محترم، موضوع استیضاح خاتمه یافته تلقی شد. قطعا همکاران محترم و جنابعالی اعزام میکنید که این روند، یعنی اون شروع و این پایان، به هیچ وجه خوشایند مجلس نیست. اقدام نمایندگان محترم برای استیضاح حق قانونی اونهاست. در این حال مجلس، خصوصا مجلس هفتم، تبعیت از مقام معظم رهبری رو بر صلاح اندیشی خودش همیشه مقدم می‌دارد، چون معتقد است که ایشان با اشرافی که دارند بهتر می‌دانند که مصلحت کشور چیست. رهبری نظر خودشون رو به مجلس اعلام کردند، فرمودن که من به نمایندگان محترم عرض می کنم که در واقع استیضاح در شرایط فعلی و مصلحت نیست و مجلس تبعیت و اطاعت کرد و یقین دارد که اون چه رهبری تشخیص می دهند به مصلحت کشور. و از جناب‌عالی و بعضی نمایندگان دیگر هم خواهش می کنم که دیگه این مسئله رو بیش از این ادامه ندند و
بسیاری از نمایندگان هم همین نظر رو داشتن و این یک افتخار برای مجلس که هم به وظیفه خودش عمل میکنه، هم در جاهایی که رهبری نظری داشته باشن اون نظر رو بر نظر خودش ترجیح میده. در خرداد 1379 مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار جناح معروف به اصلاح طلب بود، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد. اما علی خامنه‌ای یک حکم حکومتی برای رئیس مجلس مهدی کروبی فرستاد و وی با قرائت نامه رهبر بحث و بررسی طرح مزبور را پایان داد. به همین ترتیب رئیس جمهور نیز در نظام ولایت فقیه مثل مجلس از هیچ قدرتی در برابر ولی فقیه برخوردار نیست. در سال 1381 محمد خاتمی رئیس جمهور دو لایحه، یکی در مورد تبیین اختیارات رئیس جمهور و دیگری در مورد اصلاح قانون انتخابات، برای بررسی به مجلس ششم فرستاد. مجلس نیز آن را تایید کرد، اما رهبر و شورای نگهبان با آن مخالفت کردند و خاتمی مجبور شد تا لوایح دوگانه را پس بگیرد و به ناتوانی خود در برابر رهبر اعتراف کند. بی اختیاری رئیس جمهور در برابر رهبر و سپاه و نهادهای وابسته به آنان به گونه ایست که محمد خاتمی پس از 8 سال ریاست جمهوری و ناتوانی در اجرای وعده های انتخاباتی خود اعتراف کرد که قدرت واقعی رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه ناچیز و در حد تدارکات چیست. در پایان ریاست جمهوری وی، محمد علی ابتهی رئیس دفتر و معاون خاتمی در مصاحبه با روزنامه شرق در تیرماه 83 که در وبلاگ شخصی خودش نیز منتشر شد، به بی اختیاری رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه اشاره کرد. سوال: اخیراً در تحلیل فضای سیاسی کشور بهزاد نبوی سخن از جایگاه تدارکاتچی بودن رئیس جمهور در ایران گفت و از تمامی اصلاح طلبان خواست تا به مبارزه با روی کار آمدن رئیس جمهور تدارکاتچی در دوره آینده بپردازند. نظر شما چیست؟ ابتهی: این بحث را دو سال پیش آقای خاتمی وقتی که لوایح دوگانه را به مجلس تقدیم کرد گفت و موضوع جدیدی نیست. سوال: بله همینطور است، ولی منظور من این است که تدارکاتچی بودن رئیس جمهور پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم نموده بیشتری پیدا کرد. ابتهی: آنچه از اهمیت برخوردار است این که هیچ رئیس جمهوری دوست ندارد تدارکاتچی شود و آقای خاتمی هم بیشتر از دیگران دوست نداشت که یک رئیس جمهور تدارکاتچی شود و تلاش بسیاری در این جهت کرد، اما واقعیت ساختار قدرت در ایران همین طوری است و با تلاش و اراده رئیس جمهوری بعدی یا قبلی فرقی نمی کند. پس در واقع شما معتقدید با توجه به ساختار قدرت در ایران تدارکاتچی بودن برای رئیس جمهوری غیر قابل اجتناب است؟ ابتهی: ببینید، آقای خاتمی آدم بسیار پرقدرت و با اراده و استفاده کننده از حد اکثر ظرفیتی است که در اختیار دارد. ما در دوران انتخابات آقای خاتمی وعده‌های بسیاری دادیم که حتی کمتر از خواسته‌های الان جامعه بود، ولی همان وعده‌ها را نتوانستیم تحقق ببخشیم، زیرا در مقابل راه‌ها یک دیوار بلند بود که این هم در چارچوب حقوق و قانون قابل توجیه است. ابتهی در پایان مصاحبه به کسانی که تمایل به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارند توصیه کرد که صادقانه به مردم بگویند که رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه قدرتی ندارد و قادر به اجرا کردن وعده‌های خود نیست. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم در دوران آینده امکان بیشتری از این وجود داشته باشد و لذا من به کسانی که قصد ورود به عرصه ریاست جمهوری را دارند توصیه می‌کنم صادقانه به مردم بگویند چه اتفاقی خواهد افتاد تا دوباره امید جدیدی در مردم ایجاد نکنند و بعد نتوانند پاسخگو باشند. بدین ترتیب نمایش انتخابات در نظام ولایت فقیه تنها و تنها برای مشروعیت بخشیدن به نظام و طولانی تر کردن عمر آن است. آن دست از کسانی که با ژست اصلاح طلبی مردم را به شرکت در این نمایشات فرا می خوانند بیش از هر چیز تلاش می کنند تا مردم امید خودشان را به نظام و اصلاح طلبی حکومتی از دست ندهند و به دنبال راه حل های ساختار شکن در جهت حذف کامل رژیم حاکم بر کشورمان نروند. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید
درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف حرف درستی است. ما خیلی شعارا دادیم که تحقق پیدا نکرد. اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه. خیلی خوب، چشم. اعتقاد بنده به اصلاحات در درون نظام بوده است. اصلا من جمهوری اسلامی را دستاورد بزرگ مردمی ترین انقلاب روزگار خود می دانم و به عنوان یک انسانی که درد جامعه را دارم این نظام حفظ او را لازم می دانم. انقلاب اسلامی ایران را مرحله مهم تاریخ اخیر کشور ایران می دانم و دفاع از آن را برای دموکراسی، برای آزادی و برای نجات از سلطه بیگانگان بر خود فرض می دانم. راه درست حرکت کردن در درون جمهوری اسلامی است. بی جهت نیست که هاشمی رفسنجانی در صحبت‌های اخیر خود به ولی فقیه گوش رد کرد که در صورت حذف جناح‌های رقیب از انتخابات نمیتوان مردم را فریب داد و آنان را به شرکت در نمایش انتخابات ترغیب کرد. در این صورت مردم از نظام مایوس شده و به دنبال راه حل‌های دیگری میروند و این برای نظام خطرناک است. ما باید بفهمیم این آقایانی که تصمیمات نادرست میگیرند بفهمند که اگر این مردم بی‌تفاوت بشن، اگر این مردم مخصوصا جوانها، تحصیل کرده ها، اگر اینها بی‌تفاوت بشن ما مسئولیتمون نمیمونه، اینجوری شکل دیگری پیدا میکنه. بیتفاوتی مردم خطر بسیار بزرگیه. چجوری مردم بیتفاوت میشن؟ یکیش همین انتخابات. مردم اگه ببینن در انتخابات رأی تحمیلیه قطعا تکرار نمی کنه.